یو چطور این بچه ها؟ من تاپلیزم و خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید از سری هارتس آف آیرونمون. بچه، رکورد کردن این ویدیو جدن برای من کار سختیه، یعنی واقعا این پارت سختیه برای من، نه برای اینکه قراره با امریکا و افریقا بجنگیم، نه، سر این برا من سخته که من دیروز این پارت رو واسهتون رکورد کردم. بچه، من دیروز این ویدیو رو رکورد کردم و توش افریقا رو زدیم، امریکا و کانادا رو هم زدیم و حتی مکزیک رو هم داشتیم میزدیم که برقا رفت، اونم ساعت 10 صبح. یعنی واقعا هرس خوردم، واقعا روز منو خراب کردیم موضوع. بچه، یعنی فکرشو بکنید که من از 8 صبح نشستم پای رکورد، ویدیو آماده کردم، کاراشو کردم، رکورد کردم، 1 ساعت و نیم من ویدیو رکورد کردم، دقیقا دیگه تو اون آخراش که دیگه میخواستم خداحافظی بکنم برقا رفت و متاسفانه ویدیو سیو نشد. و ببینید فشار خوردم، یعنی دیروز اصلا روز افتضاحی بود برای من. ولی خب توی این ویدیو دوباره قراره که اون کارها رو انجام بدیم. ولی خب پلان برای این ویدیو چیه؟ پلان برای این ویدیو اینه که جنگ افریقا و امریکا رو تموم بکنیم. بعد تموم شدن جنگ جهانی دوم، بچه، قراره که این سریمون منتقل بشه روی ماد رایش 1000 ساله. خیلی ماد جذابیه، قراره که بعد این ماد بریم روی اون ماد. ولی خب دیگه یکی دو پارت اینجا هستیم با اجازتون. ولی بچه، برای این ویدیو و جنگ هایی که داریم، من دوتا از سرلشکرهامون رو اعزام کردم به افریقا و با این دوتا سرلشکر که تقریبا 6 تا کماندر میشن، قراره که افریقا رو جمع کنیم. و علاوه بر این همه کماندوهامون رو هم اعزام کردم به کجا؟ به گرینلند. حدودا بچه 70 واحد نیرو توی گرینلند داریم که با این 70 واحد قرار امریکا و کانادا رو قشنگ جمع و جور کنیم. ولی جدای از همه اینها بچه، همونطور که میبینید بخش فوکسمون کامل به پایان رسیده و دیگه هیچ فوکسی برای انجام دادن نیست، به جز 2-3 تا که گفتم دیگه قبلا هم، مثل جنگ با سوئد و فنلاند و اینجور چیزها که اونا به کار ما نمیان فعلا. من فعلا میام از اینجا اسپریت سرکوب معترضین رو انتخاب میکنم تا یک مقدار اعتراضات در کشور بخوابه. همونطور که میبینید توی لهستان اعتراضات خیلی بالایی داریم و 5 تا از جاسوس های ما متمرکزن روی لهستان برای خوابوندن شورش ها، یعنی کل تمرکزشون رو گذاشتن روی این یه ذره جا تا بخوابونن، که اگه اینا نبودن 100% اعتراضات اینجاها بالای 70-80% بود. ولی خب خدا رو شکر کارشون رو به خوبی دارن انجام میدن. و از اینجا هم که بیایم بیرون، بدون معطلی بریم جنگ رو در افریقا شروع بکنیم. یه کماندر بچه در شرق افریقا داریم که استراتژی این ریختی گنده بهش میدم. یه کماندر دیگه هم که توی غرب افریقا داریم که برای اینم یه استراتژی گنده این شکلی میدم. حالا تایم رو باز میکنیم، دستور حرکت جوف کماندر رو هم میدیم، سرعت حرکتشون رو هم بالا میبریم و در نهایت اینجا رو ایران چی میگه این وسط؟ ایران هم میخواد جوین فکشنمون بشه بچه. این موضوع جدا موضوع عجیبیه، چون با چین توی فکشن بود. ولی خب فکر کنم به یکی از فوکس همون مربوطه که بله، از بخش دیسیژن هم مقابلیت انوایت ایران رو داریم، به علاوه پروپاگاندای افغانستان برای فاشیست کردنشون. ولی بچه، من ترسی که دارم از اینه که ایران رو بیاریم توی فکشنمون و ایران توی جنگ جهانی دوم هم بخواد اسکور بگیره. ولی میارمش، به هر حال جای دوری نمیره. ولی این که بیایم بیرون، برگردیم سر جبهه افریقا. من سرعت هر دو سرلشکر رو تا ته میبرم بالا و گزینه رزرو ترانسفر رو برای جفتشونم فعال میکنم و ببینید الان چه غوغایی قراره بکنن، ببینید چه پیشروی قراره بکنن. فعلا نتونستن سد نیروهای دشمنو بشکنن، ولی اگر این سد مقاومتیشون بشکنه دیگه تا ته قراره برن تو. هنوز چی نشده، اینجا که تونستن یه ذره پیشروی کنن، خوبم دارن میرن جلو. امیدوارم توی همین پارت بتونیم افریقا رو خیلی سریع تموم کنیم. ولی این کل ماجرا نیست، بدون معطلی بیایم سر وقت گرینلند و این نیروها رو اعزام کنیم به سمت
امریکا. ولی سر امریکا بچه‌ها باید یکی از کمانده هامون رو ابتدا اعزام کنیم بره اینجا یه چوسه واس ما خاک بگیره. این کمانده را اینجا میره کانادا، یه ذره خاک میگیره و بعدش باقی نیروها اعزام میشن و قشنگ میشه گفت جمع و جور میکنیم امریکا رو. ولی در همین حین بچه‌ها بذارید بریم سر وقت بخش ریسرچ و ریسرچ هامون رو یه خورده دیگه جلوتر ببریم. از بخش دیسیژن هم که هیچ گزینه به درد بخوری نداریم، از بخش ترید هم که هیچ کمبودی در کشور نداریم و در نهایت از بخش کانستراکشن بذارید ببینم چیا میتونیم بسازیم. توی خاکای جدیدمون بچه ظرفیت ساخت و ساز خوبی داریم و توی حتی مملکت خودمون که این خبر خوبیه. من یه مقدار تعداد رکتورهای هستیمون رو افزایش میدم و او بچه اینو یادم رفته بود بهتون بگم، ما یکی دو پارت پیش هسته‌ای شد مملکتمون ولی آن 12 بمب اتم داریم. ولی خب من 7-8 را میزنم رکتور جدید ساخته بشه، به علاوه این که جاده های این منطقه جدیدمون رو میزنم مکس بشه دیگه، تمام. به همین زیبایی و خوبی میزنیم جاده های اینجا مکس بشه و بذار ببینم ایران تو جنگ دیگه داره کار میکنه ایشالله یا نه. ایشالله که کار کنه. اینجا هم که توی جبهه ها داریم میجنگیم و برگردیم سر وقت گرینلند. نیروهامون هنوز اعزام نشدن بچه‌ها، ولی خب ما یه عالمه کشتی جدید داریم که وقتش رسیده بدیم دست کماندر و در حالت اسکورت قرارشون بدیم روی این دریا. با از راه رسیدن این اسکورت های جدید دیگه میشه گفت کاملا دریاهای این منطقه رو میتونیم دست بگیریم که این خبر خیلی خوبیه. یه سری از کماندوهامون هم که توی مملکت خودمون مونده بودن دارن کم کم اعزام میشن به گرینلند و آماده بشن دیگه، آماده بشن که کلی کار توی امریکا داریم. ولی اینجاها چه خبره داداش؟ چی کار دارید میکنید؟ یه واحد کنوای ما از زیر دریایی های این کشور ملعون شکست خورده. اینطور که بوش میاد امنیت این منطق رو به افوله و این خبر خیلی بدیه، خیلی خیلی بد. من چند تا از فرودگاه هامون رو در همچین شرایطی مجبورم ست کنم روی دریاهای شمالی آلمان و بعد این دیگه میشه گفت به یه امنیت خیلی خوبی میتونیم توی این مناطق برسیم و دیگه کسی نمیتونه ما رو اذیت کنه. نیروی دریایی فعال توی این منطق نداریم، ولی در عوض نیروی هواییمون به خوبی اینجاها رو داره ساپورت میده. اینجا هم که هنوز نیروها اعزام نشدن، ولی سر وقت افریقا برگردیم که نایس، خوب اوزا. کماندرای ما خوب ورق و برگردوندن. بچه اگه یادتون بیاد از پارت اول این سری ما درگیر این افریقا بودیم و زورمون بهش نمیرسید، ولی الان ورق جنگ برگشته، اونم به وسیله نیروهای ما. یک کشورم اینجا تسلیم شد و به ما پیوست و دیگه جونم واسهتون بگه که اینجاها ایزیه. تنها بحثی که برای ما هست امریکاست. این وسط ترکیه هم میخواد 13 تا بهمون فایتر بده، اکسپت میکنیم و از بخش لوجستیک داریاییامونو یک چکی من بکنم که خدا رو شکر کم بوده چیزی نداریم، همه چیز خوبه. ولی من بچه حالت تهوع دارم میگیرم از ریخت این یارو. یعنی ببینید دم به دقیقه میاد میگه که آقا بیا 3 فایتر بدم، 2 فایتر بدم، همون فایتر رو بکن تو چشت پدر سگ. جدی فشار میخورم از دست این یارو. بعد ما هی دیکلاینش هم میکنیم ولی قبول نمیکنه. ولی خب در هر صورت این فرانسه افریقا دیگه داره نفسای آخرشو میکشه ها. این خبر خوبیه، این خبر خیلی خوبیه. کم کم دیگه داره زجه های آخرش رو میزنه و اگه اینجاها رو ما بگیریم خیلی خوب میشه. این ورم که پیشروی خیلی خوبی داریم، همه چی خوبه، همه چیز خوبه. ولی از اون بر برگردیم سر وقت مملکت خودمون که باز این بیشرف ها زدن کنوایای ما رو. ای توف تو قبر پدرتون، ایران چی میگه اینجا؟ البته خاک خودشه. ولی در هر صورت این ایرانم خیلی گردن کلاف شده، ترسناک شده جدی. انگلیس هم که باز ما رو زده، ما کلن لوزای عجیبی داریم اینجا ها میدیم. فکر کنم دارن زجه های آخرشون رو میزنن. لیبی هم تسلیم شد که نمیدونم کدوم گوری بود، ولی فکر کنم یه کشور افریقایی بود. و اوکی نیروهامون اینجا راه افتادن آقا، ایول. به نازم نیروهامون از گرینلند راه افتادن و رسیدن کانادا و دارن پخش
میشن. برو بریم. به نظر من بچه منطقی تر این کار اینه که کماندو هامون رو با ایریا دیفنس توی کانادا پخش کنیم، شهرهای مهم کانادا رو اول بگیریم و غرب کانادا رو هم کلن ول کنیم، چون هیچ چیز به درد بخوری توی غربش نیست. یه وین دریایی هم که گرفتیم و بنازم، نیروها همشون رسیدن یا نه هنوز؟ که نه متاسفانه، یه تعداد هنوز توی گرینلندن و آروم آروم دارن اعزام میشن. ولی در هر صورت وقتی که همه نیروها به کانادا برسن، اون زمانه که دهن هم کانادا هم امریکا رو سرویس میکنیم. توی مملکت خودمون هم بچه خیلی نیرو برای دفاع داریم، یعنی حواسمون تقریبا به هر موضوعی جمعه. ولی متاسفانه باگ اصلی قضیه اینجاست که ما با زدن کانادا، امریکا و مکزیک جنگمون به پایان نمیرسه، چون برزیل بی پدر و بی شرف توی متفقینه و همونطور که میبینید نه تنها برزیل، بلکه آرژانتین، بلکه کولومبیا، بلکه چه بدونم کشورهای اینجا پاناما، همشون جزء اینا. یه دونه کوبا فقط اینجا متحد ژاپن و کره است، باقی طرف انگلیس و امریکان. ولی خب بچه ها برگردیم سر وقت افریقا تا ببینیم چه کارایی میتونیم انجام بدیم. که استراتژی کماندر هامون میشه گفت بچه منسوخ شده و من الان توی این شرایط به نظرم بایستی استراتژی جدید به نیروهامون بدیم که این از این، و برای این یکی کماندرمون هم یه استراتژی این ریختی میدیم. البته که این وسط یه مشکلی که هست، اینا اومدن خاک گرفتن، ایتالیا به حد کافی نیرو داره ولی متاسفانه خودش رو زده به حماقت. ولی خب ما خودمون وارد عمل میشیم و با کماندویی که داریم نایس با یه دونه کماندومون زدیم. اصلا کماندوهامون بی نظیر انرژی. این کماندوها رو هم بچه من از طریق فوکس گرفتم، یعنی اصلا من توی این سری هیچ نیرویی، هیچ تمپلیتی دیزاین نکردم و خود بازی کلی تمپلیت خفن بهمون داد از طریق بخش ریسرچ و فوکس. ریسرچ و تمپلیت ها که اینجاست، همونطور که میبینید اینا تمپلیت هم و ردیف کمانده هامون هم اینه که بذارید بزنم انجام بشه. 620 روز طول میکشه جدیدش ولی خب ارزشش رو داره. کمانده هامون جدی بی نظیرم و توی جنگ امریکا واقعا فکر کنم بتونید ببینید قدرتشون رو. ولی از اون ور نیروها همشون اومدن که نه هنوز. ولی خب ما کارمون رو با کماندوهامون توی کانادا دیگه شروع میکنیم دیگه. برو بریم. کماندوهامون وظیفه دارن برن اتاوا، پایتخت کانادا رو بگیرن، و از این ور باقی نیروهام دیگه وظیفه دارن با تمام قوا اعزام بشن به کانادا. ای کاش بازی لگ نبود، من این نیروها رو خودم دستی من ایج میکردم. ببین یه واحد کماندومون رفت بین سه واحد دشمن، ببینید چجوری قراره بزنتشون، یعنی طوری میزنه که آدم اصلا پشماش میریزه. ولی خب بچه ها سیپیمون دوباره مکس شده، اجازه بدید من برگردم سر وقت جبهه افریقا و دوباره این گزینه رزرو رو بزنم. برا بریم. این مورد واقعا غوغا میکنه، یعنی الان قشنگ میتونید ببینید که چه بلایی قرار سر وقت دشمنانمون بیاد. اینم دستور حرکت شرقی ها. برو بریم آقا، برو بریم. افریقا رو 100% خیلی زودتر از امریکا میتونیم تموم کنیم بچه ها. ولی سر امریکا هم الان قرار بریم سر وقتش. ولی خب توی افریقا دیگه هیچ چیزی باقی نمونده. فرانسه که خاکش رو از دست داد، انگلیس هم یه ذره خاک واسش مونده که اون رو هم الان هست که ازش بگیریم. و جدای از اون برگردیم سر وقت کانادا که نیروها خدا رو شکر دیگه همشون اومدن و رسیدن. الان وقت این میرسه که دستی این نیروها رو منیج کنیم. دو واحد اینجا رو الان من میبرم باهاش اتاوا رو میگیرم، که یه واحد نیروی دشمن اینجا جلو رامون سبز شده، اینو بزنیم مستقیم میریم مونترال، بعدش هم اتاوا. برو بریم. ولی خب دیگه وقتش داره کم کم میرسه که با تمام قوا توی این جبهه ها بجنگیم، چون اگه بخوایم از خودمون ضعف نشون بدیم کارمون خیلی سخت‌تر میشه. بریتانیا که دیگه تموم شد کاملا، 22 واحد نیروی امریکا اینجا داره میجنگه، ولی خب 100% هیچ شانسی ندارن
بعدش سر وقت فرانسه میریم. یه کنگو هم این وسط هست، ولی دوتا آنگولا هم داریم که البته دوتا آنگولا نیست، یکیش موزامبیکه یکیش آنگولاست. با این دوتا دشمن نیستیم بچه، صرفا کنگو رو بزنیم، اینا رو بزنیم، یه دونه آفریقای جنوبی میمونه، اونم بزنیم تمومه، افریقا کامل تمومه. ولی از این ور نیروهامون رسیدن دم گوشه اتاوا و جان. من فکر میکردم اولین کشوری که اتمی شده ماییم، ولی انگار یکی از متحدینمون هم بمب اتم داره. و کیه این متحد؟ ای کاش نشون میداد جدی، ای کاش واقعا میدونستیم، ولی نمی نویسه هیچ جایی، فقط اسم شهرش رو می نویسه که اون رو هم من نمیدونم رو کدوم شهر تست کرده. ولی در هر صورت اولین بمب اتم تاریخ توسط متحدین ما ساخته و آزمایش شد. البته بماند که 14 تا بمب اتم ما داریم، ولی خب نمیتونیم استفاده کنیم چون اصلا فرودگاه اینجا نیست. ولی در هر صورت آقا، تو این جبهه لعنتی امریکا اگه بتونیم به یک توازنی برسیم، به حد خوب برسیم، من به نیروها لاین میدم و از اریا دیفنس برشون میدارم. ولی خب متاسفانه فعلا دارن پخش و پلا فقط خاک میگیرن، که خب این خیلی هم خوبه، ولی خب جدن دیگه باید یه مقدار سریعتر عمل کنن. و جاسوس لهستان هم که تسلیم شد، که البته تسلیم نشد، دستگیر شد. در هر صورت برگردیم سر وقت افریقا که واقعا لذت میبرم از دیدنش، واقعا از دیدن نفسهای آخر افریقا لذت میبرم. ولی الان بچه، تنها باگ قضیه اینجاست که من میخوام این سرلشکر، این داشمون سرلشکر امریکا باشه، این یکی کماندومون برای مناطق دیگه باشه. این اصلا میخوام بفرستم بالا سر کانادا و این وسط باید ارتباط این دوتا کشور فقط قطع بشه. اتاوا هم که افتاد دست ما، خیلی هم خوب، پایتخت جدید کانادا ونکووره که دیگه خیلی دوره، ولی خب میگیریمش خیلی راحت. کانادا کلن بچه 4-5 تا شهر مهم بیشتر نداره، شهرهای مهمش هم همه اینجان، یکیش کبکه، یکیش مونتراله، یکیش اتاواست و تمام، تورنتو هم که اینجاست. این 4 تا شهر مهمترین شهرهای کانادا هستن، یه دونه هم ونکوور داره که اون سرشه که اینجاست، شهر مهمی هم به اون صورت نیست، کلن اصلا یه جای پرتیه. وگرنه جدایی از ونکوور کل اقتصاد کانادا، دارایی کانادا، دار و نداره کانادا همینجاست، بغل این رودخونه است. ولی در هر صورت بچه های نیروهامون اینجا خالی ها رو بگیرن. او دیترویت، برو سری دیترویت رو بگیر داداش، بدو بینم، بدو ای جان یکی از شهرهای مهم امریکا رفت. یه واحد نیروی کانادا هم که اینجا افتاده دستمون، اینم خیلی سری میزنیم و الان میتونم اون استراتژی که داشتم رو انجام بدم. الان به زیبایی هرچه تمام این سرلشکر رو میتونیم ست کنیم روی مرز امریکا و این کماندوهامون رو هم اعزام کنیم بدین شکل روی کانادا که تا ونکوور رو برم واس ما بگیرم. یه ذره خاک هم اینجا هم میمونه که امیدوارم ایتالیا یک همتی به خرج بده و یه کاری بکنه جدی. هولی، یه انقلابی هم توی کشورمون شده بچه‌ها و اومدن یه خاکی اینجا گرفتن بلژیکیا و میخوان یه کارایی بکنن. واسه ببینم یه واحد گریزنمون سری اگه بره پایتختشون رو بگیره، اینا به گریه کردن میافتن. این وسط ایتالیا میخواد حمایت نظامی بکنه که بخوره تو فرق سرش، ولی پایتختش رو میگیریم دیگه الان، ایزی. باقی نیروهامون هم رسیدن، ولی ببین چه گندی زدن به آسمون این منطقه، همه جا شده هواپیما، شهر عجیبیه. در هر صورت نیروهای گریزنمون مشکلات اینجا رو جمع میکنن، افریقا هم که خودش رو جمع میشه. من برگردم سر وقت امریکا و به سرلشگرمون یه استراتژی خوشگل بدم که غرب امریکا رو قشنگ واسمون جمع جور کنه با سرعت حرکت بالا و از اون بر کماندوهامون در شوالن که اوکی ان، کارشون رو به درستی دارن انجام میدن. ایتالیا هم خوب داره نیرو میاره، امیدوارم این نیروهاشو که آورد اینجاها به داد ما برسه، که خدا شکر حواسش هست، داره هم ترکیه هم ایتالیا اینجا نیرو دارن و امیدوارم جلوی پیشروی اینها رو بگیرن، چون ما قصد داریم بریم تو دیگه، قراره خیلی از اینجاها دور بشیم. من هیچ نگرانی بچه از بابت کماندوهامون ندارم، ولی به این سرلشگرمون
یه دونه رزرو ترانسفر میدیم که دیگه قشنگ غرب امریکا جمع و جور بشه. برو بریم. همونطور که میبینید جبهه های اینجا کامل سبز شده و ترکیه چی میگه؟ میخواد 7 واحد نیرو بده که نمیخوایم ازش. دیکلاین میکنیم و بوستون بچه افتاد دست ما. شهر مهم بعدی که قرار بگیریم نیویورک، حالا قبل اونم شهر مهم دیگه ای هست، ولی الان باید حرکت کنیم بالا سر نیویورک. کمانده همون هم از این ور عالی می نوازن. تو بذارید ببینم میتونم به اینام یه استراتژی خوب بدم یا نه، که رزرو ترانسفر رو اینام خوب میتونه کار کنه آقا جان. ولی در هر صورت نیویورک هم بچه شکست خورد و از اون ور فلادلفیا رو هم گرفتیم. نایس. واشنگتن رو هم همینطور و ریچموند رو هم الان میگیریم. عالی عالی واقعا عالی. تمام دیگه. ببین نیروها سوراخ امریکا رو پیدا کردن. امریکا نیروهاشون اونجا برای دفاع ورده بود دیگه، الان وسطاش هیچی نداره دیگه. این نیروها با همین روال تا ته امریکا قرار برن. ولی ای کاش کماندوهامون رو من این بالا سر کانادا هدر نمی کردم. امریکا اگه شکست بخوره کانادا خودش شکست میخوره، نیاز نیست اصلا ما بخوایم کاری انجام بدیم. ما باید یه استراتژی بزرگتر به نیروهامون بدیم تا سمت لس آنجلس خوبی حرکت کنن و سریع خودشون رو برسونن. ایران این وسط هم میخواد از همون حمایت نظامی بکنه که بیا برو گم شو، بیا برو گم شو. حمایت نظامی ایران واسه من حکم فوش رو داره. ولی در هر صورت اوضاع کماندوهامون این بالا اصلا خوب نیست و من میام با لاین ستشون میکنم روی این مرز و با یه استراتژی به این شکل دوباره برشون میگردونم سر وقت امریکا. و دیگه جونم واسه تون بگه که جنگ امریکا دیگه اوضاعش عالیه. اینجا انقلابیون رو هم خدا رو شکر تونستیم سرکوب بکنیم. و این بر سر افریقا جی نایس رسیدیم بالا سر افریقا جنوبی دیگه. بابا اینا دیگه ایزی هن دیگه واقعا. نیرو هم نداره بنده خدا. این یه واحد هم اگه بتونم برسونم به پای تختش 100% باید تسلیم بشه، چون هیچ چیز دیگه ای نداره. ببینید اصلا ایزی داره میره جلو چون نیروی اینجا ها نیست. ای جان تانک هم هست خدا رو شکر، لایت تانکه، ولی خب خیلی خوب داره جلو میره. این یه واحد هم که سر راهش زد و نایس پایتخت اینا هم سقوط کرد. ولی خب همون بار پایتخت جدیدش رو آورد این پایین که تا اون پایین هم شده ما میریم. هیچ بحثی سر این موضوع نیست. ولی از این بار یه چوسه واسه فرانسه خاک مونده و یک چوسه هم واسه کنگو که نیروهای من چرا جلو نمیرن دادش برید بگیرید. جاسوس برزیل هم که در کشورمون دستگیر شد و دیگه جونم واسه تون بگه که افریقا تمومه بچه. اوکی کنگو هم تسلیم شد بچه. ای بعد البته تسلیم نشد. اینجا رو ببینید لحظه آخری لیو داد از فکشن متحدین. جالبه، خیلی جالبه. لیو داد خودش رو نجات داد میشه گفت. ولی در هر صورت دیگه زمان لاین به پایان رسیده. من اینجا یک کماندرمون رو با ایریا دیفنس ست میکنم، اون یکی کماندرمون رو هم برای افریقای جنوبی باری دیفنس ست میکنم و تمام. این دوتا کماندر دیگه باید کار اون دوتا منطقه رو جمع کنن و از این ورد سر امریکا و از چه قراره که ما سی پی داریم یا نداریم. چرا سی پی نداریم؟ یکم تایم بازی باید باز بمونه بریم جلو سی پی به دست بیاریم. یه دونه دیگه رزرو ترانسفر بزنم دیگه بگیریم دیگه امریکا رو بزنیم له کنیم. البته که همین الانش هم امریکا تموم شده. امریکا کلن 80% قدرتش، داراییش، هرچی که هست و نیستش در شرقش قرار داره. در غرب امریکا شهر مهمی چندان نیست. یه دونه لس آنجلسه، سان فرانسیسکوه، یه دونه هم سیاتل این بالا، یه دونه سان دیگو همین پایین هست که دیگه هست دیگه. تگزاس و فونیکس هم که اینجا هستن. ولی خب در هر صورت مهمترین شهرهاش در شرق نه غرب. نیروهامون هم رسیدن به دم گوش هیوستون و اینم بگیریم دیگه غرب امریکا فلج فلج میشه، کاملا فلج میشه بچه. که این کماندامون باید برو بگیر دیگه داداش. الو
آه گرفت. نایس واقعا جدی نایس. اوزا خیلی خوب. آقا این یه واحد کماندوه. همین هاجی سر تو بند و پایین برو ونکوور رو بگیر. این اگه کسی صد راهش نشه من باش کل دنیا رو فتح میکنم. سی پی هم داریم. این گزینه رو هم واسه سرلشکرمون فعال میکنیم. ای جان هاجی هیچکی جلو راهش نیست. ونکوور رو بگیره. کانادا درجا تسلیم میشه. همینو میپیچه میاد پایین سیاتل رو هم میگیره. آه این از این ونکوور و تمام کانادا تموم شد. بیا پایین سیاتل رو بگیر. اینم از روزنامه تسلیم شدن کانادا که خیلی هم خوب. سیاتل رو هم بگیریم کمر امریکا میشکنه کامل. ولی این کاماندری که سیاتل رو گرفت همون بالا بیاد پایین بره سان فرانسیسکو رو بگیره. ولی خب نیازی به گرفتن سان فرانسیسکو نیست، فقط الی رو باید بگیریم، فقط همین. لس آنجلس اگه دست ما بیفته امریکا هم تمومه که تمام. اینم از این. ما به راحتی تونستیم کانادا و امریکا رو شکست بدیم بچه‌ها. ولی خب آلاسکا این بالا مونده که حوصله ندارم برم سر وقتش، میدونید راستیتش خیلی دوره. ولی خب به همین زیبایی که دیدید تونستیم آلمان و کانادا رو شکست بدیم. اینجا هم که دیگه تموم، فقط افریقا جنوبی مونده که هنوز نیروهامون متاسفانه نرسیده، برسن جمعش میکنن. و بچه ها بدون معطلی بریم سراغ یک جنگ دیگه که این جنگ جنگی نیست جز جنگ با مکزیک. من نیروهامون رو اعزام میکنم به مرز مکزیک. یه دونه کماندو هم داشتیم، این کماندومون بره آلاسکا رو بگیره دیگه. آره به نظر من که کار بسیار درستی میتونه باشه گرفتن آلاسکا. دو واحد نیروی مکزیک هم اینجا گیر کرده که بزنیدش بعد برید. اسکولا اول این دو واحد رو بزنید، شما هم اول اینو و در نهایت کسی هست اینو بزنه که داداش بیا اینو بزن. تا نیروها دارن در مرز مکزیک مستقر میشن من یه دونه کماندومون رو تا این ته میخوام بفرستم بره اینجا رو آباد بکنه و برگرده. اینجا هم که اینا رکب زدن و میخوان بیان تو. این چه شکل و قیافه ایه، چه پرچمیه. ولی در هر صورت آقا دستور جنگ مکزیک رو هم به کماندرمون بدیم، جنگ این جبهه رو هم شروع بکنه. مکزیک ایزیه دیگه داداش، ما امریکا با اون ابهتش رو زدیم، الان مکزیک رو قراره بخوریم. سرعت جنگمون هم میبینید هی داره بیشتر میشه، چون بازی سبکتر داره میشه، جنگا دارن کمتر میشن و قراره که برای ما ایزی باشه. که اینم از این. آقا یک لحظه بریم سر وقت افریقا، نیروهای ما رسیدن یا نرسیدن؟ چرا نمیتونن برسن ها؟ این واقعا عجیبه. چرا نیروهای ما گیر کردن؟ چرا داره جونشون در میاد؟ آقا این یکی کماندر هم بذارید من اعزام کنم اینجا. اینطوری نمیشه جدی. مثلا این بالا رو داشتم، ول کن دیگه نمیخوام این بالا کاری بکنی. فرانسه یه ذره خاک اینجا واسش مونده که اونم مهم نیست دیگه، میزنن میگیرن ازش دیگه. تو بیا این پایین. این افریقای جنوبی هم بزنیم، جنگ افریقا به پایان برسه. جنگ مکزیک هم که ایزیه، یعنی کاملا ایزیه. بعد مکزیک هم که بایستی بریم بالا سر گواتمالا و سر راهمون نیکاراگوئه هم هست و آمریکای جنوبی هم هست دیگه. آقا اونم هست، اینم هست، اونم هست. کماندوامون هم رسیدن به آلاسکا و دارن خاک اینجاها رو هم واسه ما میگیرن. ولی بحثی که هست آجی، کی میخواد امریکا جنوبی رو بزنه؟ میدونید بحثی که هست اینه الان. بابا دیگه اصولا باید تسلیم بشید دیگه. الان به امید چی شما ها زنده اید؟ برای کی میخواید بجنگید دیگه؟ همه شکست خوردن، همه واقعا شکست خوردن دیگه. هیچ چیزی برای جنگیدن باقی نمونده بچه. من واقعا درک نمی کنم که اینا برای چی و برای کی قرار بجنگن. در هر صورت آقا کماندومون رفت رسید به پایتخت مکزیک و تمام. تا دو ثانیه دیگه قراره که مکزیک تسلیم بشه به حول قوه الهی. که اینم از این. دیدید پیشگوی کی بودم من ها؟ اینم از این آقا. یه کماندو اینجا داریم، اینم الان ایزی میره اصلا میزنه گواتمالا رو. درست گواتمالا دو واحد نیرو داره، ولی خب این کماندو این گوزوها رو بیا. اینم از این. هندوراس و اینا هم که دشمن ما نیستن. ولی آقا الان به امید کی شما ها زنده اید آقا جان؟ آقا دیگه هیچی واسه تون تو دنیا نمونده. و اوکی بچه چه اتفاقی افتاد؟ ایران هند رو واگذار کرد به چین و از اون ور هند داره دوباره برمیگرده.
عجیبه، جدی عجیبه این موضوع. و اوکی، این هم از افریقای جنوبی بچه ها، این هم تونستیم شکستش بدیم. به این خبر خیلی خوبیه. فقط این وسط، این کنگو حاجی، مگه وای حاجی، این کنگو خیلی لاشگوشته که اومد اول خودش رو از فکشن اونا کشید بیرون، الان دوباره برگشته تو فکشنشون. ما گرفته بودیم کنگو رو، اصلا من نمیدونم چه اتفاقی افتاد جدی. ولی در هر صورت بچه‌ها، این بود از این ویدیو، امیدوارم که ازش لذت برده باشید. خیلیاتون هم خواسته بودید که اینجا رو نشونتون بدم که این هم از این، از اینجا میتونید آمار کشته ها و مشخصات و کل کشورها رو ببینید دیگه. اگر بخوام بگم اوضاع ما خیلی خوبه، ولی خب باقی مشخصات و آمار رو هم میتونید از اینجا ببینید کامل. اینم به درخواست شما عزیزان باز کردم، هر جایی خواستید پاس کنید ببینید. و دمتون گرم بچه‌ها، ممنونم ازتون که این ویدیو رو دیدید. پارت بعدی هم ان شاء الله میریم سر وقت برزیل و بعد اون هم با ماد رایش هزار ساله برمیگردم پیشتون. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید، خیلی خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی، سی یو.